سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی ویدیو امروز میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم ویدیو هامون رو به سبک یوتیوبرها ادیت بزنیم. در واقع توی این ویدیو میخوایم یک سری افکت های صوتی و تصویری رو آموزش بدیم که معمولا یوتیوبرها بیشتر توی ویدیوهاشون استفاده میکنن. همطور که میبینیم من یک ویدیوی خامی رو وارد نرم افزار پریمیر کردم. منظورم از ویدیو خام اینه که هیچ افکت صوتی و افکت تصویری خاصی روی این ویدیو وجود نداره به جز یک موزیک زیر متنی که داره پخش میشه. اما برای اینکه اولین افکتمون رو یعنی یک افکت تصویری رو اعمال بکنیم لازمه که وارد قسمت افکت بشیم. دو تا نکته. نکته اول این که اگر شما این پنجره رو نداشتین از نوار بالا وارد قسمت ویندوز بشین و تیک افکت رو برای خودتون فعال بکنین. همچنین تیک گزینه افکت کنترل رو هم برای خودتون فعال بکنین. و نکته دو این که اگر آموزش‌های قبلی من رو دیده باشین بهتون گفتم که افکت روی کل ویدیو اعمال میشه، اما ما نمیخوایم که افکتمون روی کل ویدیومون باشه، میخوایم توی قسمت کوتاهی از ویدیومون اون افکت اعمال بشه. برای همین لازمه که اون رو کات بدیم یا برش بدیم. برای مثال من میخوام از این قسمت ویدیو با استفاده از این ابزار یعنی ابزار کاتم از اول رو میزنم تا این قسمت، یعنی این قسمت کوتاه، اون افکتی که مد نظرمون هست اعمال بشه. برای افکت اول لازمه که وارد قسمت ویدیو افکت بشیم، قسمت دیستورت، و بعد از اون این افکت رو به اون قسمتی که برش دادیم اعمال میکنیم. من مسیر تمام این افکت ها رو روی قسمت دیسکریپشن یا توضیحات ویدیو قرار میدم. در ادامه لازمه که شما وارد قسمت افکت کنترل بشین، افکتی که اعمال کردین رو پیدا بکنین این قسمت و شدت اون رو تغییر بدین. همچنین میتونین با استفاده از این گزینه مکان اون رو تغییر بدین و چون معمولا این افکت روی صورت اعمال میشه میتونین مکان اون رو روی صورتتون قرار بدین. اما موضوعی که وجود داره اینه که معمولا این افکت رو زمانی که اعمال میکنن یک زومی هم دارن، یعنی زاویهشون از این چیزی که ما داریم میبینیم زوم میشه روی صورت. برای انجام این کار میتونید وارد قسمت موشن بشین و اسکیل رو از این قسمت از 100% برای مثال اون رو روی 200 تغییر بدین. الان اگر من ویدیو رو پلی بکنم، همزمان با اینکه این اعمال شد ما زوم رو هم داشتیم، اما ما میتونیم از این قسمت پوزیشنمون رو تغییر بدیم، یعنی این زوم رو روی صورتمون داشته باشیم که یک همچین شکلی بشه. خب میریم برای افکت بعدی. برای افکت بعدی مجددا لازمه که ما همین مسیر رو بریم، یعنی وارد قسمت دیستورت میشیم و این افکت رو اعمال میکنیم و مجددا وارد قسمت افکت کنترل میشیم، اون افکتی که مد نظرمون هست یعنی اعمال کردیم رو پیدا میکنیم و شدت اون رو تغییر میدیم. در واقع این افکت مجددا روی صورت اعمال میشه و یک حالت کروی شکل به صورت ما میده. اینم از این. میریم برای افکت بعدی. من تمام تلاشم میکنم که به یک زبون ساده آموزش رو بهتون بدم. اگر جایش متوجه نشدین یا من بد توضیح دادم عذرخواهی میکنم و خوشحال میشم اگر توی کامنت ها بنویسین سوالتون رو، حتما و حتما به سوالتون جواب میدم. اما برای افکت بعدی مجددا ما باید همین مسیر رو بریم، وارد قسمت دیستورت بشیم و آخرین افکتی که وجود داره رو اعمال میکنیم و مجددا توی قسمت افکت کنترل میتونیم شدت اون رو تغییر بدیم. یک حالت موج به ویدیومون میده و از بین این چهار گزینه‌ای که اینجا وجود داره میتونیم شدت اون رو تغییر بدیم. یک نکته بسیار بسیار مهمی اینجا وجود داره و اون همین که یاد گرفتن و دونستن و اعمال کردن این افکت رو روی ویدیومون 50% کاره. 50% دیگه کار که به نظر من بسیار بسیار مهمه خلاقیت شماست، اینکه بدونین چه جوری این ویدیوتون بتونین از این افکت ها استفاده بکنین و اونها رو اعمال بکنین. آخرین افکت تصویری که وجود داره و خیلی ساده است اینه که شما میتونین وارد قسمت موشن بشین، توی قسمت اسکیل تیک این گزینه رو بردارین و میتونین ویدیوتون رو به حالت‌های عمودی و افقی
کش بیارین. من رو روی حالت 100 میذارم، پری مثل رو حالت 200 میذارم که یک همچین شکلی پیدا میکنم. اما میرسیم به قسمت جذاب ویدیومون و اون هم افکت های صوتی. مجدداً برای افکت های صوتی ما لازمه که وارد قسمت افکت بشیم و وارد قسمت آدیو افکت بشیم و اگر این افکت ها رو اعمال بکنیم روی کل ویدیومون اعمال میشه. برای همین شما باید اون قسمتی که مد نظرتون هست رو کات بزنید توی صدا. موضوعی که وجود داره اینه که الان صدا و تصویرون با هم دیگه لینک هستن، یعنی اگر من اینجا یه کات بزنم تصویرم هم کات میخوره. برای اینکه این رو از این حالت در بیاریم میتونیم روی یکی از اونها کلیک راست بکنیم و این گزینه یعنی آن لینک رو انتخاب بکنیم. الان من صدا رو به صورت جداگونه سلکت میکنم، با استفاده از ابزار کات قسمتی که مد نظرم هست رو کات میزنم، برای مثال این قسمت، و وارد قسمت آیدیو افکت میشم. از بین افکت هایی که وجود داره من پیچیفر رو پیدا میکنم. همچنین شما میتونین در قسمت سرچ پیچیفر رو سرچ بکنین و اون رو روی صداتون اعمال بکنین. بعد از اون وارد قسمت افکت کنترل میشم، قسمت پیچیفر رو پیدا میکنم و گزینه ادیت رو میزنم. یک همچین پنجره برای ما باز میشه. شما میتونین با استفاده از این دو نموداری که اینجا وجود داره یک افکتی خودتون بسازین. اما اینجا یک سری پریست هایی به صورت پیش فرض در اختیار ما گذاشته. دو تا از جذاب ترین اونها این و آخرین گزینه هستند که من یکی یکی اونها رو تست میکنم. برای مثال اگر این رو انتخاب بکنم صدا رو پلی بکنیم یه همچین حالتی پیدا میکنه. همچنین ما میتونیم یک حالت معکوس بدیم، یعنی اون رو به حالت منفی 12 قرار بدیم و میبینیم که تونش به این شکل میشه. همچنین من میتونم آخرین پریست رو هم اعمال بکنم که حالت رباتگونه به صدای ما میده. اما به عنوان هدیه برای اینکه تا اینجای ویدیو رو دیدین میخوام یک افکت صوتی خیلی خیلی جذابی رو بهتون معرفی بکنم و برای اعمال کردن اون لازمه که ورک اسپیستون رو روی حالت آدیو تغییر بدین و بعد از اون توی این قسمت روی این گزینه کلیک بکنین و بخش آیدیو یک رو انتخاب بکنین. اگر من این رو بکشم پایین تر میبینین که نوشته آیدیو یک. الان آیدیو یکی که نوشته در واقع این باند های صدایی هستن که ما اینجا داریم که ما باند یک هستیم. روی این قسمت از اون من کلیک میکنم، این گزینه رو انتخاب میکنم و اولین گزینه رو اعمال میکنم. یک اکوی خیلی جذابی به صدای ما میده. امیدوارم که این ویدیو بتونه توی پیشبرد کارتون بهتون کمک بکنه. خیلی خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدین. خوشحال میشم اگر کانال ما رو سابسکرایب بکنین و ممنونم ازتون.